بهش باهاتون حرف بزنم تو این زمینه. بهداشت فردیه. قاعدتا از بچگیمون همه با این موضوع بزرگ شدیم. به این گفتن گوش سر کردم. ببخشید اگه این رو مختونه که کسی فرد. بهداشت فردی به نظرم یکی از مهمترین چیزاست واسه یه دیدار با یه آدم. حالا چه میخواد دیت باشه، چه دوستانه باشه، چه هر چیزی. اینکه بوی خوبی بدین، ظاهرتون تمیز باشه، مسواک بزنین، دندوناتون زرد نباشه، لباستون کثیف نباشه. اینا واقعا خیلی مهمه. حتی مهمتر از شاید واسه دخترا میکاپشون، استایلشون، مد درسا و همه اینا باشه. که آدم تمیز باشی به طرف نشون بده که آقا من به بهداشت خودم دارم اهمیت میدم. پس وقتی داری با من صحبت میکنی باید احترام بذاری به من. خیلی 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 چیز مهمیه. من دوش گرفتم، دراتم باید با فیس باش بشورم، مسواک بزنم، بریم برای اسکین کر. سم میام میخورم برای محکم کاری، چون از خواب بیار شدم و اصلا نهانیمه نقایتان دهنم بو میده. من نمیخوام کسی که با من اومده بیرون فکر کنه دارم به شورش بی احترام میکنم که دهنم بو میده اومدم پیش. آقا موضوع بعدی که حس میکنم اینم جزء مهم هست که بهش کم توجهی میشه، چون میدونم قراره بپرسین، این کرم واسه ضد لکه سفید رنگ میزنم به صورت هم لازم نیست پخش بشه. حتی اونقدر قویه من شنیده بودم برای سوختگی هم استفاده میشه. جدا از اون، موضوع دیگه ای هم که خیلی مهمه و حس میکنم به این کمتر توجه میکنن، مخصوصا حالا پسرها، اصلا نمیخوام تفکیک جنسیتی کنم ولی خب این بیشتر هست سمت پسر، ولی من دخترشم دیدم آن تایم نیستن. و اینم یه چیزیه که به نظر من به شعور کسی که داری میری باهاش دیت، داری میری ببینیش، داری میری قرار کاری، بی احترامی میکنه. حالا تو باشه قراری رو فیکس میکنی، یه تایمی رو با هم هماهنگ میکنین، تو حالا دیرتر میری خیلی میدونی به چه خوبی نداره. من خودم معمولا سعی میکنم هر تایمی که قرار برم، به خصوص چون هم بعضی وقتا باید یوتیوب بگیرم، بعضی وقتا باید تیک تاک بگیرم، بعضی وقتا اصلا باید پست بگیرم، میدونم اون وسط یه نیم ساعت 40 دقیقه اصلا من لازم دارم، هر چقدر هم حالا من طول بکشم میکاپم اینا ها، اونجا لازم دارم یه تایمیو. مثلا سعی میکنم از یکی دو ساعت قبل حتی آماده شم. من ساعت 11:45 قراردم 11:30 اینا های باید اونجا باشم، الان ساعت 9:30 دو ساعت قبلشه و من از همه اومدم و میتونم مثلا تا 10 طول میکشه موهام خوش کنم، لباس بپوشم، باز تا 10:30 آرایشم انتخاب کنم، آرایش کنم، لباسم انتخاب کنم، میشه 11:11 دیگه شروع میکنم به تیک تاک و تبلیغ و هر کوفت و زهرمانی که دارم. خب داشتم کلا راجع به این چیزایی که مهمه حرف می‌زدم، حالا بازم راجع به اونا قرار حرف بزنیم. ولی چی شد که تصمیم گرفتم این ویدیو رو بگیرم؟ امروز 8 ماهی میشه که من و امیر با همیم. تصمیم گرفتیم همون ساعتی که 8 ماه پیش هم درخواست دادیم که با هم باشیم بریم بیرون، از اون موقع 11:45 شب بود. تصمیم گرفتیم که بریم با هم بیرون، وقت بگذرونیم، حرف بزنیم، راجع به رابطمون حرف بزنیم، چیزی که تا الان خوشحالمون کرد، چیزی که ناراحتمون کرد، از علایق قبلی که صحبت کنیم و همه اینا. خب خیلی به من گفته بودین مثلا دیت اولمه، یه دیدار مهم دارم، با یه دوست میخوام برم بیرون، چیکار کنم چیکار نکنم. گفتم آقا همه اینا رو یه ویدیو کنم بذارم واسهتون و با هم دیگه حاضر بشیم و بریم دیت. هرچند من دیت اولم نیست، اونقدر با امیر صمیمیم که الان بدون هیچ آرایشی، بدون هیچ میکاپی، بدون اینکه هیچ کاری بکنم همین شکلی میتونم برم باش بیرون. اما اینکه تمیز و مرتب باشیم یه بحث دیگه است کلا. میرسیم به بخش میکاپ. من لباسم هم فکر کنم میدونم چی میخوام بپوشم، هنوز درست انتخاب نکردم، اینجا میگم شو کلوغه، ولی فکر کنم میدونم چی بپوشم. میرسیم به میکاپ. من الان به پوستم زده جوشر زدم، روشم یه آبرسان زدم، الان دیگه میخوام میکاپ شروع کنم. این واسه پوست ترجیحاً اگه دیت دارین میرین که کلا چه قرار کاریه، چه با دوسته، چه با دیت، چه با دوست و سرتونه، چه با دوست دختر، هر چی سعی کنین وقتی توی محیط بیرونی، تو کافه، تو حالا هر فضایی که بیرون نور مستقیم آفتاب میخوره، آرایش سنگین نکنید، چون آرایش سنگین تو نور خیلی بد جلوه میده، خودش رو نشون میده که سنگینه. یه جایی که حالا نور کمتر باشه، ملوتر باشه، خیلی آرایش حال سنگین قشنگ دیده میشه. حتی آفتاب اینجوری میزنه تو صورتت، هر چی پوستت به اصطلاح کلینگرل تر باشه، اینجوری برق داشته باشه، ساده و تمیز باشه، خیلی جذاب تر. آقا من از این کرم پودر خودم یه کوچولو واسه این قسمت صورتم میبینی روشن تره، تیره است اینجا. بعد اگه فقط بخوام لکو بزنم یه تیرگی اینجوری زشت میشه. میخوام با کانسیلرم قاطی کنم، اولین بارم هست این کار رو میخوام بکنم.
دو تا رنگ یعنی تفاوتشو، این دو تا رو با هم قاطی می‌کنم، می‌ذارم رو پوستم دیگه، ببینیم چه جوری در میاد. امیدوارم چیز بدی نشه. با ببینین خیلی کم، یعنی هر چقدر کمتر به نظرم تو نور خورشید میکاپ کنین میکاپتون قشنگ‌تر دیده میشه. حالا میان الان میگن که وای نگین تو خودت مثلا واسه یه فلانجا میخواستی بری انقدر میکاپ کردی. عزیزانم من شغلم اینه که بیام ویدیو بگیرم و برای شما بذارم، و یه همیشه بخوام کم میکاپ کنم برای شما دیگه جذابیتی نداره. به خودم هم باشه واقعا آنچنان علاقه ندارم. بعضی وقتا واقعا وقت دروغ نگم، بعضی وقتا که حالم بده میکاپ مثل تراپی واسم عمل میکنه، و وقتی که میکاپ میکنم خیلی حس بهتری دارم که الان دارم بر خودم وقت میذارم. یه چند دقیقه فقط حواسم به اینه که پوستم خوب در بیاد، چی و کجا بزنم، چی نزنم، چی دیزاین کنم صورتمو. اما اگه به خودم باشه همیشه میکاپ نمیکنم. الان رژگونه اینم اینجا دوتا برم دوتا یه کوچولو همینجی رو بینیم میزن. الان ببین کلن داریم از چیزای چرب استفاده میکنم، خب کرمی که زدیم، کانسیلری که زدیم، رژگونه که داریم میزنیم چربه. الان تو این مرحله همه این چربه رو میزنیم که بعد با پودر فیکس خشکشون کنیم. میایم پوستمون رو خشک کنیم که بعد بتونیم روش کانتور انجام بدیم. این ساقه بینی تو اینجوری میکشی مستقیم. الان نگران این که پررنگ بشه نباشون، بعدش قراره با یه براش روش بکشی و این کاملا محو بشه. نه اونقدرم بد نشد. کاری که الان میخوام بکنم و خب دیده بودم تو اینستام چند نفر انجام دادن، از این رژگونه مقدار خیلی خیلی کمی ها. ببین پلک پایینی مو یکم با این رژگونه اینجوری کشیدم و الان یه کوچولو حالت چشممو عوض کرده اگه متوجه بشیم. با من دست خودم دوستش دارم، شما اگه دوستش داشتین امتحان کنین. اینجوری با یه براش کوچولو اینجوری کشیدم و با دستم فیدش کردم، خط چشمم اوکی شد. ژلابر دوست داشتنیم، برند اسکار، این رنگ میده به ابرو. اینو خیلی دوست دارم واقعا. جلابرو نه خیلی مشکی میکنه، ببین خیلی ملو رنگشو میده بچه، ریزشینا هم نمیده، خارش هم نمیده، بلایی که جلابروی قبلی سر ابرو موردن نمیکنه. واسه من خوشم میاد که اینا رو بعد اینجوری بچسبونم. حالا با این کانسیلرمون تو آینه داشته باشین. ببین اینجا حالا باید بلندشون کنیم. اینجا جاهایی که روش هایلایتر قراره بخوره. در این که میکاپمون کمه و خیلی نچرال دیده میشیم، خیلی روش زمان میذاریم. به چشم کمتر میاد، یعنی فکر میکنن که اونقدر تو زمان نذاشتی، ولی خود میبینی چقدر پاره شدی تا میکاپت الان باید تمیز دیده بشه. بلند کنیم با پد. خب ببینین این قشنگ الان آماده اینه که هایلایتر بخوره روش. حالا کاری که میکنیم چیه؟ پودر فیکس واسه بینی، هایلایتر، ریمل، خط لب و تمام. هایلایتر مورد علاقه دومم و هایلایتر مورد علاقه اولم، این از پرنیلنز اسکین کر بیوتی فکر کنم. هایلایترم بریم بزنم دیگه، حفظ شد این کجا هم میزنم. نه که بینی، ساقه بینی، گونه، ابرو، اینجای چشم. یعنی فقط تو نگاه کن چقدر موج جون میده. این ور رو ببین، این ور رو ببین، این ور هم انگار مریضه قشنگ. خب حالا که خط لبمون رو زدیم، ریملمون هم زدیم، میخوام بهتون یه ترفند خواهرانه بدم. خب ببین ما الان خط لب رو کشیدیم، خب اینا اینجوری های احساس میکنم که فاسد شده این چیزی که زدم. اینجاش بامزه شده.
نفس میگرفتم با شونه کردن دور برشون گردونم به اون حالتی که همیشه هستم. خدای این حالت خیلی از بقیه مدلو به من بیشتر میاد. شما بهم بگین تو کامنت ها. من خودم اینو به همشون ترجیح میدم. بیسیک، زیبا، شیک. سعی کنین که تو آرایشتون همینجور که من کم میتونین زیاد آرایش کنین، ولی نذارین که دیده بشه که زیاد آرایش کنین. مخصوصا گفتم اگه حالا تو روز داریم میریم بیرون، نور مستقیم قرار به صورتتون بخوره و اینا، حواستون باشه به این قضیه. لباس پوشیدنتون سعی کنین در عین سادگی شیک باشه لباستون و خیلی شلوغش نکنین، خیلی میخواد جنگل مینگل بندازین. از اکسسوری ها خیلی استفاده کنین، خیلی زیاد. نکته مهم، عطر رو فراموش نکنین هیچ وقت. یعنی قدی هم نزنین که وقتی یه نفر از کنارتون رد میشه بوی عطرتون خفش کنه، اما یه عطری بزنین که حالا وقتی که اون طرف رو بغل میکنین، خدافزی و حتی سلام میکنین، نزدیکش میشین، بفهمه که خوشبوین و کیف کنه واقعا از بوی شما، نه اینکه اصلا بوی خوبی ندین. حالا بیشتر اوقات که ما امکان نداره تو فضا بیرون بوی خوبی ندیم، یعنی یا بو نمیدیم یا بوی خوبی میدیم، اما سعی کنین که این مورد هم رعایت کنه. خیلی واقعا تاثیر میذاره رون دیدگاهی که طرفتون داره. من خودم وقتی یه نفر بوی خوب میده واقعا دلم میخواد که اینجوری بپرستمش جدا. اعتماد به نفستون بالا باشه، محکم حرف بزنین، با شهامت صحبت کنین و نذارین که ضعف نشون بدیم به اون آدم. حالا چه بار اولی که دارین میبینینش، چه بار دهم، چه بار هزارم، هر چی محکم صحبت کنین و همین باعث میشه که اون به شما احترام بذاره و خیلی حواستون به این مورد باشه. واقعا با اون آدم میریم بیرون، حالا چه دوسته، چه رفیق، چه همکار، هر چی، بهتون حس خوبی نمیده. خیلی محترمانه بدون اینکه هیچ جر و بحثی بکنین با طرف، ارتباطتون رو قطع کنین و نذارین از روی اجبار با اون آدم در ارتباط باشین یا بخواین ارتباطی برقرار کنین، کانکتی بزنین، هر چی. قطع کنین وقتی میبینین حس بده میده تو در وایسی نمونید. میفهمین چی میگن؟ چون من یکی از رفتام شاید باورتون نشه، ولی همینجوری تو رو در وایسی بود و گفتم که این شاید نکته خوبی باشه که بهش اشاره کنم، هرچند کوچیکه و هرچند شاید خیلی از شما اینو بدونین. لباسی که پوشیدم، شلوارم جزبه اسکینیه، برپام اینجوری، روشم شمیز سفید، این عینکه، اکسسوریای کوچولو و قراره که آلستار سفیدم بپوشم با اینا. حالا منتظرم قراره امیر بهم خبر بده، چون جایی که میخواییم نزدیک منه، من یه 2 دقیقه کمتر تو راهم، خبر بده که نزدیکه من بسته برمزنم. رسیدم، امیر بالا منتظره، همین 2-3 دقیقه از رسیدم. من آدم بدقولی نیستم. دفترم برداشتم که یا حرفامونو بنویسیم یا طراحی بکنیم، بیکار نمون. من رسیدم ولی امیر به نظر بد اخلاق میاد. من بد اخلاق من حالم خوب نیست، بد اخلاق نیستم اصلا، گفتنش سخته ولی به من خیانت کردی. چرتو به من دو قطبی نیستم، این یک میتونی ویدیو یوتیوب هم بعدم ببینی و ببینی چقدر ذوق داشتم امروز. چرا از اون موقعت ویدیو نگیم چیم دارک نیست؟ ویدیو گرفتم ببینم بچه دارک نیست. اینو ولکن توصیه، چرا ولکن؟ بچه بچه ولی سنی لباساتون رو بپوشین، ولی بازم میگم با دو قطبی آخرون. اسم من کلودیه، مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. اگه دوست دارین که زندگیم با تون شیر کنم و کلا از لایف استایلم خبر، چرا باشی؟ از لایف استایلم خبر داشته باشین، چند یوتیوب هم ساب کنین، رابطه پرایویت برنده از بچه هم لایک و سابسکرایب یادتون نره.